ختم رسمی ماموریت رزمی ناتو در افغانستان، عقب گردی به روزهای تاریک گذشته وجود ندارد، ما افغانستان را ترک نمی کنیم. ده ها خانواده در دایره تهدید طالبان در دانگام کنر. زمان که در قرون مالی نیزان سرگیر چه ایف پا جویر و پا جویر که پا کبر که خرسیدیم. و مفقود شدن یک هواپیمای اندونزیایی با 162 سرنشین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شبتان بخیر. امروز یک شنبه هفتم جدی سال 1390 خورشیدی است که برابر می شود با 28 دسامبر سال 2014 میلادی. پرسا ابراهیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. ناتو امروز به گونه رسمی مأموریت رسمی 13 ساله ایشان را در افغانستان پایان داد. مراسمی که به این مناسبت در مقر آیساف در کابل برگزار گردیده بود، فصل جدید مأموریت ناتو در افغانستان تحت عنوان مأموریت قاطع آغاز شد. فرمانده عمومی آیساف در کشور گفته است افغانستان به گذشته بر نمیگردد و از طالبان میخواهد که به درخواست رئیس جمهور غنی برای صلح لبیک بگویند. در همین حال مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری خواستار ادامه حمایت جامعه جهانی از افغانستان در این زمینه شده است. جزئیات بیشتر از همکارم محمد قیس رحمانی. سرانجام ناتو پس از 13 سال ماموریت رسمیش را در افغانستان خاتمه داد و تمام مسئولیت‌های امنیتی کشور به نیروهای افغان سپرده شد. به باور جنرال هنسلو در نماینده آلمان در ناتو، نیروهای افغان ظرفیت تامین امنیتی این کشور را دارند. این فصل ماموریت ما در زمان به پایان میرسد که 88% افغان ها به ارتش ملی و 72% افغان ها به پلیس این کشور اعتماد دارند و این نماینگر ظرفیت و توانایی نیروهای امنیتی افغان است. جنرال کمبل فرمانده عمومی آیساف در افغانستان تاکید می‌ورزد که ماموریت 13 ساله آنها در افغانستان پردستاورد بوده است و پس از این از دستاوردهای 13 ساله مراقبت خواهد شد. عقب گردی به روزهای تاریک گذشته وجود ندارد، ما افغانستان را ترک نمی کنیم. اکنون وقت آن رسیده است که مخالفان مسلح دولت به درخواست رئیس جمهور غنی لبیک بگویند، صلاحشان را به زمین بگذارند، صلح کنند و در اعمار مجدد کشورشان کمک کنند. محمد حنیف اتمر مشاور امنیت رئیس جمهور با سپاسگزاری از همکاری ها و قربانی های 13 ساله ناتو گفته است که افغانستان به همکاری در امر مبارزه با تروریسم متحد می باشد، اما نیاز است این مبارزه با حمایت جامعه جهانی امرا باشد. ما اکنون به حمایت شما بیشتر از هر زمان دیگر نیاز داریم. این موضوع تنها به تقویت نیروهای امنیتی افغان خلاصه نمی شود و این همچنان برمیگردد به مسئولیت های مشترک ما که مردم ما را با تهدیدات جدید و سابقه تروریسم در همان نگه می دارد. حکایت حضور ناتو در افغانستان به رویداد 11 سپتامبر سال 2001 میلادی مرتبط است. شورای امنیت سازمان ملل متحد به تاریخ 20 دسامبر سال 2001 به آمریکا اجازه تشکیل آیساف را داد. آیساف موظف به سنجیدن تمام تدابیر ممکن و یاری کردن به دولت موقت افغانستان بود که سپس مسئولیت های آن در سال 2003 به ناتو واگذار شد. تحت رهبری ناتو در افغانستان 48 کشور نیرو فرستادند که در جریان ماموریت 13 ساله نزدیک به 2500 سرباز این سازمان در افغانستان کشته شدند. پس از 13 سال اینک ختم ماموریت جنگی نیروهای خارجی در افغانستان. نیروهای خارجی پس از این در ماموریت حمایت قاطع به مشورت و همکاری نیروهای امنیتی افغان میپردازند. به اساس توافقنامه های کابل واشنگتن و کابل ناتو، نیروهای امنیتی پس از این مسئولیت امنیتی افغانستان را به عهده خواهند داشت. محمد قیس رحمانی، آریانا نیوز.
مقام های محلی در ولایت کنر میگویند ده ها خانواده هنوز هم در ولسوالی دانگا و کنر تحت تهدید شورشیان قرار دارند. قیام کنندگان در این ولسوالی تاکید میکنند که نزدیک به 800 خانواده در روستاهای این ولسوالی گیر ماندند و بیشتر از 500 خانواده دیگر آواره شدند. به گفته قیام کنندگان طالبان 45 خانه را در دانگان به آتش کشیده و اموالشان را غارت کردند و در باجوار پاکستان و لیلام گذاشتند. احمد فرشاد صالح جزئیات می‌دهد. دانگام خط مقدم جنگ. 15 روز پیش از امروز 1000 شورشی خارجی از آن سوی دیورند با ولسوالی دانگام کنر یورش آوردند. هراس افکنان زنان و کودکان و غیر نظامیان را سپر انسانی خود قرار دادند و خانه هایشان را به آتش کشیدند و اموالشان را نیز به غارت بردند. اما امروز دانگام از شورشیان فاصله اندک داریم. با خوبی دیده می شود که نقاط صفری و در نزدیکی پاسگاه های ارتش پاکستان هراس افکنان لانه امن ساختند. زمان که در کورون مالون یا زن سرگیر چه وست با جویر و پاکستانی که پا کبار که خرچیگی ما زمان ما شما تقریبا شپاک را در قوت محصره لندی چه وست از زمان خلق کرتا بند فاتی دی بغرونه که نگیر آوگی محدود کسان دا وقت لو دا غد وس و اتس و کسان پامل تقریبا چې دا دانګان دا پورتام خورا پورې دا خلک پراتی دي دا وسم بن پاتی دي او کم زمین نظامی قوتونه چې دی هغه په دانګان کې دي اراضی ډیره خراب ده اوا ډیره یخ ده تعارف پکې نه کیږي زمون د قوا سره وایي څه شي موجود نه چې هغه په امدې کلی وي او داخله کې په شاکې دي در راهای پرخم و پیچ دانگام جنگلات انبوه و کوههای سر به فلک کشیده اینجا سبب بدرازا کشیدن این نبرد شده است. هنوز هم هستند خانواده هایی که در محاصره طالبان گیر ماندند. ولسوالی نه چلک پورته ورشه دلته دوه لارې دي دا دوه بندو چوته وایي د هغې نه پورته دغه ټول کورونه تهدید لاندې دي. کیدای شي موږ په درې څلور زره پورې فامیل هم رادوزه شي نو په دغه وجه باندې موږ ورته سم بادرګي نیولی چې نور هم البته د دنیاوالو او د داخلي کومکونو په انتظار یو. نظامیان افغان به گونی یک دست تلاش می کنند تا لانه های امن هراس افغانان را بکوبند. به گفته نهادهای امنیتی در این نبرد تا اکنون نزدیک به 160 مهاجم مسلح کشته و بیش از 110 طالب دیگر زخم برداشتند. در این میان همچنان 6 سرباز افغان کشته و بیشتر از 20 تن دیگر زخم برداشتند. هرچند رقم دقیق تلفات غیر نظامیان روشن نیست اما گفته می شود بیشتر از رقم است که نظامیان افغان آن را متحمل شدند. اما در عقب این نبرد سنگین کیها دست دارند؟ فرماندهی عملی جنگ شخص به نام قاری ضیاءالرحمن به عهده دارد که ولسوال ممنهاد طالبا در ولسوالی دانگام می باشد. این جنگ اضافه تر از 1000 نفر اشتراک نموده بودند که در تروریستای خارجی و به خصوص تروریستای لشکر طیبه به نظر می رسد. فیران دی من قواتون مخته تلی دی دی غرشات دی من قواتون دی در صرف یا محل کمانده پیشنانده شده دی لوا دا که تا دی غرشات دی ما مخته عرض بکن چی پا تکتیکی شکل سر مخته دی نروست دا نقطه حساب که چی تو نقطه دی لگه طولی من نیولی دی دوی نو مخته تلی. پیش از آن که هوا تاریک شود باید دانگام را ترک کنیم، زیرا ممکن است نبرد در تاریکی های شب شدت بگیرد. چرخبال های نظامیان افغان به طرف کابل به حرکت در می آیند. پرسش که نتوانستم به آن پاسخ دریابم این است که افغانستان چه زمان از دست جنگ های استخباراتی رهایی خواهد یافت. رئیس مجلس سنا از حکومت وحدت ملی می خواهد تا کابینه را بیدرنگ به مجلس نمایندگان معرفی کند و می افزاید که حکومت مسئولیتش را در برابر کشور و مردم باید به گونه درست انجام دهد. در همین حال شماری از سناتوران هرچند از تأخیر اعلام کابینه نگرانند اما می گویند که حکومت در معرفی کابینه افراد شایسته و کارا را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کنند. رفیع صدیقی گزارش می دهد. تأخیر در اعلان کابینه جدید از سوی حکومت وحدت ملی یک بار دیگر نگرانی های جدی اعضای مجلس سنا را به همراه داشته است. در همین حال رئیس مجلس سنا می گوید که تأخیر در اعلام کابینه برای نمایندگان شورای ملی و مردم دیگر پذیرفتنی نیست. دا دوی دوارو مخالفیت ده، من نخپویگی و ده ملک پی باور کرده ده.
په میلیونو رای وړي دي دا چې په عرشه کړي وړي دي خپل مسؤلیت دې ادا کړي او د ملت ته ولسي جرګې ته دې خپله کابینه معرفي کړي. د دې مورد یک دقت بکنه، افرادای شایسته، افرادای خوب متخصصه اینا پیدا بکنه و با ولسی جرگه افغانستان معرفی بکنه تا اونا به از طریق ولسی جرگه رای اعتماد بگه و اجرای کابینه افغانستان جا بجا شد. از سوی هم برخی دیگری از سناتوران می گویند حکنون که اعلان کابینه با تأخیر روبرو شده است باید حکومت افراد شایسته را معرفی کند. کابینه زندگی لیست پروانه خیمودی زندگی او خیلی نفر در اولی خیلی جزی را اولی شکر لکه نفر شما معرفی شوی دی دا یمون دی اعتماد خلق ندی دا بخوانی در ماران دی. رهبران حکومت وحدت ملی باید ای گپ خود را نادیده بگیره. کسایی که در حکومت های گذشته به درستی کار کرده، خوب کار کرده، هیچ فرق نمیکنه، اونا را هم در کابینه خود شریک بسازد. این در حالی است که سخنگوی رئیس جمهور تاکید کرده است که کابینه تازه بر بنیاد میادی که رئیس جمهور 2 تا 4 هفته تعیین کرده است معرفی خواهد شد. بر بنیاد این میاد تعیین شده قرار است که تا اخیر همین هفته کابینه برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی شود. یک دختر 14 ساله در ولایت هلمند که برای حمله انتحاری فرستاده شده بود خود را به پلیس تسلیم کرده است. مسئولان پلیس نظم عامه میگویند این دختر که خانواده‌اش او را مجبور به حمله انتحاری ساخته بود خود را در ولسوالی نوزاد به پلیس تسلیم کرده است. این دختر میگوید دیگر نمیخواهد نزد خانواده‌اش برگردد. گزارشی ببینید در این مورد. زرمینه دختر 14 ساله‌ای که در منطقه ارمز و جازی ولسوالی نوزاد زندگی می کند. مسئولان در لوای 8 پلیس نظم عامه در هلمند می گویند این طفل 14 ساله از سوی ملاباقی فرمانده طالبان و پدرش مجبور ساخته شده بود که قرارگاه پلیس نظم عامه را هدف حمله انتحاری قرار دهد. اما این دختر در آخرین لحظات عصر شنبه خود را به پلیس تسلیم می کند. فرمانده کندک دوم نظم عامه در ولسوالی نوزاد می گوید 2 هفته پیش در این مورد اطلاعات به دست آورده بودند. طالبان و همدغه تکنیک نوز کار اخلی ده ماشومانو نه ده خزو نه ده دوی په واسطه غواړي چې انتحاری برابر کی پوستو ته واستوي یا کوم مقاماتو چې دولتي ارګانو ته دوی ته انفجار او انتحار ورکی. تاسو کولای شئ چې دنه خپل هم پوښتنه وکړي چې دونه استفاده د انتحاری کوله او ملاک توخی چې ما نورخی چې ما نوم درته واخستو مسلکي د ماینو د غود خانه مولا نظر محمد او مولا اجرت چې دو د پلار د اکا زمن دي په اساس د هدایت د مولا مولوی باقی چې د ارمز د ساحې د طالبانو قمندان دی د پیکه کېدله. زرمینه میگوید در طول 20 روز گذشته برای وی ماین گذاری و چگونگی حمله انتحاری آموزش داده شده است و قرار بود که روز شنبه وی پلیس نظم عامه را هدف حمله انتحاری قرار دهد، اما او چنین کاری را نکرد. او چرک پرتماینو نکو در پدرد پداشی پا سار تالی برا لی یا چه ماشام موش شیر اولو در بلارد نسی در چه ماشام دیم دغر اولو اشان جمال خدا مینو نو داشان اولو برا مازیگار برسلور بجی زرال همی پستی تورتون بگید. زرمینه میگوید برای این کار از سوی پدر و خانواده‌اش تشویق میشد و اکنون نمیخواهد دوباره به خانه‌اش برگردد. سال گذشته نیز یک دختر 12 ساله در ولسوالی خانشین این ولایت از سوی برادرش به حمله انتحاری مجبور ساخته شده بود. ماریا بشیر رئیس دادستانی استیناف هرات به دستور رئیس جمهور از وظیفه‌اش تبدیل شد. خانم بشیر اولین رئیس زن در دادستانی افغانستان خوانده می شود که 7 سال به صفت رئیس دادستانی استیناف هرات فعالیت داشت. خانم بشیر چند سال قبل جایزه شجاع‌ترین زن افغان را از امریکا به دست آورده بود. محسن کریمی جزئیات می دهد. ماریا بشیر چند سال قبل در زمان کارش جایزه شجاع‌ترین زن جهان را گرفت. جایزه‌ای که هر ساله ایالات متحده به 100 تن از بانوان فعال و شجاع در عرصه حقوق زنان اهدا می‌کند. اینجا در محفل خداحافظی او همکارانش از عملکرد بانو بشیر ستایش کرده و اقدام مقام‌های بلند رتبه را عجولانه می‌خوانند. امروز حق داری تغییر تبدیل در اداره بیاری. چیز حتمی است و حق هر کس است. ولی اول باید خواهر ما تقدیر کنی و یک تغییرات در اداره. متأسفانه در افغانستان تا جان افتاده
همیشه سیاسی برخورد میشه. خانم بشیر در آخرین روز کاریش میگوید تنها دغدغه‌ای که دارد مسئله خشونت در برابر بانوان هراتی است. رویدادهای خارجی هم پس از وقفه کوتاه تقدیمتان میگردد. نبود اراده سیاسی میان مقام‌های پاکستانی باعث شده تا توافقنامه ابطا عملی نشود و تجار افغان با مشکلات روبرو شوند. مسئولان در اتاق تجارت افغانستان با ابراز این مطلب میگویند نشست در مورد این توافقنامه میان دو کشور باید دو هفته پیش دایر میشد، اما نسبت مشکل تراشی‌های پاکستان این نشست برگزار نشده است. آنان خواهان پیگیری این موضوع از سوی جامعه جهانی و حکومت افغانستانند. نعمت الله احمدی جزئیات بیشتر را ارائه می‌کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در سفرش به اسلام آباد در مورد مشکلات ترانزیتی و تجارتی با مقام‌های پاکستانی صحبت کرد. مقام‌های پاکستانی متعهد به حل مشکلات تجاری افغان تا یک ماه شدند، اما تا حال این تعهد آنها برای حل مشکلات تجاری افغان در 11 مورد عملی نشده است. ارادی قوی سیاسی به خاطر بازنگری ابطا، به خاطر فراهم ساختن سهولت‌های اقتصادی و تجارتی میان هر دو کشور از طرف پاکستان وجود نداره، به شکل لازمش وجود نداره. بر اساس توافقنامه ابطا پاکستان میتواند اموال خود را از طریق افغانستان به کشورهای آسیای میانه انتقال بدهد و در مقابل تجار افغان میتواند از طریق پاکستان اموالشان را به دیگر کشورها انتقال دهند. به گفته مسئولان اتاق تجارت پاکستان در این مورد عمل نکرده است. مسئولان در وزارت تجارت با تایید مشکلات تجار افغان میگویند تلاش ها برای حل این مشکلات جریان دارد. در برابر تطبیق مائده یا قرارداد دو جانبه ترانزیتی ابطا هنوزم با پاکستان مشکل داریم و برداشت های متفاوت که بین افغانستان و پاکستان است هنوز آن طور که لازم است این مائده تطبیق نشده. مقام های افغان تعهدات پاکستان را برای حل مشکلات تجاری افغان فقط وقت کشی می دانند. و برای ارائه رویدادهای ورزشی همکارم نسرین جوینی در استودیو با ماست. نسرین خوش آمدی و بفرمایید. سلام به خودت پریسا، بیننده های عزیز سلام. لحظات بعد هم خبرهای ورزشی را دنبال کنید. سیومین دوره رقابت‌های لیگ تکواندوی ITF با حضور 100 تکواندوکار از 10 کلب شهر کابل آغاز شد. هدف از برگزاری این رقابت‌ها علاوه بر ترویج ورزش تکواندو در میان جوانان، انتخاب بهترین تکواندوکاران کابل برای حضور در رقابت‌های انتخابی تیم ملی می‌باشد. رقابت‌های انتخابی تیم ملی در این رشته ورزشی نیز تا 2 ماه دیگر با حضور نمایندگان ولایات مختلف کشور دایر خواهد شد. تکواندوی ITF افغانستان در طول سالهای گذشته موفقیت‌های قابل توجه برای ورزش کشور برمغان آورده و رشد قابل توجه در سطح آسیا داشته است. به گونه‌ای که اکنون پس از ازبکستان و هنگ کنگ در رده سوم بهترین تیم‌های آسیا قرار دارد. پلان بعدی فدراسیون ملی تکواندوی ITF افغانستان به خیر هم قریب مسابقات جهانی تکواندوی ITF در ایتالیا برگزار میشه که ما آمادگی خاص داریم. مسابقات آسیایی ما در ژاپن است، ما آمادگی خاص داریم و خوشبختانه که ما هم میزبان بازی آسیایی شدیم. قسمی که ما وعده داده بودیم و ما میزبان بازی آسیایی شدیم که بیش از 16 کشور آسیایی با ما پروتکل کردن که ما میخواهیم به افغانستان به خاطر مسابقات آسیایی بیایم. که بخیر هم قریب ما این خبر را در ملت افغانستان میتینگ فدراسیون ملی تکواندوی ITF افغانستان همچنین ابتکار کرد، مدرس خارجی را خواستیم، سمینار برگزار کردیم و این بار بخیر ما میزبان مسابقات آسیایی میشیم. این مسابقه به طور آماده شده که بسیار خوب و بسیار عالی میباشه که تا جوانای دیگه ما که به مسابقات بیرون مرزی میره یک دستاورد خوب به تیم ملی ما بیارن. و حال هم گزارش وضعیت هوا با کابل نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 12، پایین ترین منفی 3، هرات آفتابی بلندترین درجه حرارت 16، پایین ترین 2، مزار شریف نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 6، جلال آباد آفتابی بلندترین درجه حرارت 19، پایین ترین 3، کندهار آفتابی بلندترین درجه حرارت 15، پایین ترین منفی 1، و سرانجام غزنی آفتابی بلندترین درجه حرارت 12، پایین ترین منفی 3 پیش بینی شده است. از امروز هم به خبرهای این ساعت آریانا سپاس گذارم.
و در ادامه هم همکارم همت‌الله میثاق محمدی با برنامه پس از خبر تا نیم ساعت دیگر از آرینا نیوز با شماست. میثاق سلام، و قرار است که در برنامه امشب پس از خبر روی چه موضوعات صحبت شود؟ سلام به شما و بینندگان تلویزیون. بحث امشب پس از خبر روی پایان ماموریت رسمی ISAF به رهبری ناتو و آغاز ماموریت جدید نیروهای افغان برای تامین امنیت سرتاسری در کشور است. تشکر میثاق، و از شما هم دعوت میکنم که بیننده برنامه پس از خبر تا نیم ساعت دیگر با همکارم همت‌الله میثاق محمدی باشین، و سپاسگزار از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. شب بر همه شما خوش، خداوند نگهدارتان.